فعالیت‌های سومین همایش علمی بین‌المللی با شعار حرم مطهر امامین عسکریین مرکز اندیشه و میراث است در دانشکده فقه دانشگاه کوفه آغاز شد. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. این همایش توسط حرم مطهر امامین عسکریین و با همکاری دانشکده فقه دانشگاه کوفه و 24 دانشگاه شرکت کننده عراق با حضور گسترده رسمی و دانشگاهی برگزار شد. لازم به ذکر است که این همایش در چارچوب فعالیت‌های علمی با محوریت تحقیق درباره میراث شهر سامرا، اصالت و تمدن آن با بهره‌گیری از پژوهش‌ها و تحقیقات تهیه شده توسط متخصصان میراث تاریخی و مذهبی برگزار می‌شود. در ابتدای این همایش طی سخنانی رئیس دانشکده دکتر سلیم عبدالزهرا الجسانی به تشریح نقش عطابات‌عالیا در میزبانی همایش‌های علمی و ارتباط نهادهای علمی با بقای متبرکه پرداخت. دکتر یاسر الاکیلی رئیس دانشگاه کوفه نیز در این همایش در رابطه با اهمیت این کنفرانس و گامی که در جهت تبیین رابطه و پیوند میان عالمان و جویندگان علم همچنین بین متفکر و محقق و نیز سوال کننده و پاسخ دهنده را در بر می‌گیرد تشریح نمود. وی همچنین با اشاره به این که دانشگاه کوفه برای همگامی با پیشرفت‌های علمی و ادامه حمایت از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی علمی و تأثیر مثبت این دسته از جویندگان دانش که در راه خدمت به همه بشریت انجام می‌دهند، مشتاق برگزاری چنین کنفرانس‌هایی است. نماینده حرم مطهر امامین عسکریین نیز در سخنرانی خود در این همایش به وجه اشتراک دانشکده فقه، عطبات عالیات و دانشگاه‌هایی که بر پایه فکر و اندیشه و اخلاق انسانی بدون از افراط و تفریط و تکفیر بنیانگذاری شدند اشاره کرد. در این همایش همچنین فیلم مستندی از تاریخچه حرم مطهر امامین عسکریین علیه السلام با عنوان بهشت عسکریین به نمایش درآمد. گفتنی است در این همایش علاوه بر افتتاحیه نمایشگاه همایش در راهروهای دانشکده فقه، همچنین از پژوهشگران شرکت کننده در همایش با لوح تقدیر تجلیل شد. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.